سلام آقا حسین. اینجا چیکار میکنی؟ اومدی اینجا چیکار کنی؟ برو چادر بکش. آقا حسین. آقا حسین. اون موقعی که تو زندون بودی وقتی فکر زن و بچت بودی. تا اصلا فکر میکردی زن و بچت کجان؟ چیکار میکنن؟ چی؟ بریم کمک پهلوان. نه حاجی جان یه چند لحظه صبر کن. مرد دیگه. میگی مرد زندگی. ها که چی؟ مرغ آوردی که چی؟ ها؟ بیوا برد آقا. برو آقا خجالت بکش. خوب نیست جلوی ما سر شکستش. بهت میگم برو. به هم نریز منو برو. بس آقا اسد بفرما. بس آقا اسد. خجالت زدی دیگه. چیزی نداری بگی. بهت میگم برو. الله اکبر. دستت بلند کنم آقا. آقا چیه؟ بره بابا حوصله داری تو هم. الله مثل که حرف آدمیزاد آرید نمیشه. دیگه میگم مردی که آجا ببخش پهلمون عوض میخوام. مردی که دزد زبون نفهم آمده بود اعصاب ما رو به هم ریخته بود. میشه بیایم تو یه کلمه با هم دیگه صحبت کنیم؟ مخلص شما هستم. بفرمایید. بفرمایید قدمتون رو چشم. بفرمایید. یا الله یا الله آجا بفرمایید. خیلی خوش اومدی. دست شما درد نکنه. ببخشید آقا. پهلوان بفرمایید. دست شما درد نکنه. مزاحمتون شدیم آقا حسین. یه حرفا چیه مراهمی؟ قدم رنجه فرمودی. سلامت باشی. این آقا سید ما تو این یکی دو روز که تشریف آوردن تو این محل خیلی چیزا دستشون اومده. حقیقتش گفتیم بریم گاراژ پروانه با اون درمیون بذاریم. نبود. این بود که مزاحم شما شدیم گفتیم بیایم اینجا به شما بگیم. خواهش میکنم. خلاصه اینکه این ماجرای دزدی هیچ ربطی به بهمن نداره. نداره؟ عجب. پس حاجی آقا یادش اومده دزد کیه؟ حاجی آقا این آقا اومد دو رکعت نماز تو مسجد خون تبرئه شد. آقا اسد شما که خودتونم شهادت به دوز بودن آقا بهمن ندادین. من حوصله شرشو ندارم وگرنه معلومه کارونه. شما مطمئن باشین که کار آقا بهمن نیست. این بامبول تازه این مرد آجی. شما تازه اومدین هیچی نمیدونین. این خیلی کار بلده ها. وارد بازی نشین. تو یه چیزو بگو پهلمون. والا چی بگم؟ تو نباید به حساب پروانه به کسی بهتون میزدی مشتی. من رو حساب دق مرگ شدن آجونم میگم. خدا رحمتش کنه. رو حساب انگوش نما شدن تو محل و خیلی چیزهای دیگه.
تو که بهتر از همه میدونی که من چی کشیدم. من که زن و بچه ندارم، اما بار زن و بچه اون رو دوش منه. به خاطر اون بیکار شدم. اون کبابی تمام زندگی من و بابام بود. بابام آبروش لای نون میذاشت و میکشید و میداد دست مردم، اما بی آبرویی کمرشو شکست. میدونی چی آجی؟ اون فقط میخواد جاله برگرده، همین. آقا اسد، من اصلا واسه این ماجرا اینجا نیومدم. از زندگی شما هم حقیقتا چیزی نمیدونم. راست و حسینیش اینه که یه دینی گردن یه بنده خداییه که با برداشتن تهمت از آقا بهمن از گردن اون بنده خدا ساقط میشه. واسه همین اومدیم. مخلص کلام، من هر جا بشینم زیر پای بهمن رو خالی میکنم. والله کلام. قسم نخور آقا، قسم نخور. حاجی، حاجی جان، یا امام رضا، کم رعایت کن. یا امام غریب، آقا اسد شما میدونی تهمت چیه؟ میدونی؟ یعنی یه نفری که گناهی رو نکرده شما گناهکارش میکنی. منو قبول نداری؟ اشکال نداره، پهلوون محلتون رو قبولش داری دیگه. برای من و پهلوون از هر من الشمسه که این دزدی کار آقا بهمن نبوده. بله حاج آقا، منم مطمئنم که دزدی کار بهمن نیست. از خاک آقا جون خجالت نمیکشی؟ من چند سال دارم زور میزنم طلاق تو رو از این مرتکه بگیرم برای همچون روزاز. نظر ما رو به هم بندازه ها. اسد جان قربونت برم، کسی از بهمن دفاع نمیکنه. تمام حرف ما اینه که آقا دزدی کار بهمن نیست، همین. شیطون رو لعنت کن آقا اسد، لعنت کن. حاجی آقا شیطون خود این مرده که داره همه ما رو به هم میندازه. به خداوندی خدا من خودم مدیون تو میدونم. اگه تو نبودی من نمیدونستم چه خاکی تو سرم بکنم. من هر روز سر نماز دعات میکنم، ولی چی؟ بعد این همه سال اومده برای کاوه کتاب آورده؟ برسه بینم، از کجا میدونست کاوه کتاب دوست داره ها؟ از کجا میدونست کاوه کتاب دوست داره؟ تو کی اومدی ماما؟ امروز اگه این ناکاوه مسجد نبود کار ما لنگ میموند. خواهش میکنم بهمن رو تنها نذارید. اون پای چیزی وایساده که کار هر کس نیست. نذاری زیر پا شل شه. مهتاب جون مادر قربونت برم، زود باش دست به جون بود تمیز سرم پاک کن. خانمی خوب تمیز کنم، میخواییم آب بدیم توش. زهرا جون یالا، زهرا جون به جون. خسته نباشی آج خانم، خسته نباشی. رفت نکن، قربونت برم نبشون بده. ماشالله خوب همه رو به کار واداشتی مادر. پسر مقدس گنده تر از دهنش حرف میزنه، منم جوابش دادم. خوب پسر گوش کرد. خیلی خوب مادر، از کافر بدتره. خیلی خوب، چرا عصبانی هستی اینقدر؟ من اومدم بگم دارم میرم دنبال کارام. دعا کنین ختمه به خیر بشه. الهی آقا به خدا میسپارم. دست حق هم را نشستی این همه دارن زنگ میزنن در رو نمی کنی؟ واقعا که چه چونوری هستی؟ استغفرالله، مگه من اصلا کلید رو از شما نگرفتم؟ ببخشید، هر کی کلید به من داده به همون بر میگردونم.
اصلا من شک میکنم تو بچه مادری باشه که اینقدر سفره‌دار بود، اینقدر بهمون دوست. مادر جان شما بفرمایید، خواهش میکنم. پلمون من رفتم بابا. خدا نگهدار. خدا حافظ. داری بار سفر میبندی؟ اینجا دیگه جایی موندن نیست. دل خودم به درک، دل دیگران رو ناخوش کردم. با من کاری داشتین؟ آقا بهمن میدونی کی ما رو فرستاده پیشت؟ همسرت نگرانته. جاله رفته بودین اونجا؟ آره اونجا بودیم. حسدم دل پری از دستت داره. حق داره به خدا، خیلی رو دارم که رفتم دنبال زن و بچه. این زن به پات نشسته بهمن. اگه غیر از این بود تا حالا ازت طلاق گرفته بود. طلاقم بگیره حق داره. این زن خیلی مرده. بین شما قول و قراری هست که پای شما مونده. پس محکم واسطا مرد، پشتش واسطا. همسرت قرص و محکم واسطا گفت دزدی کار تو نبوده. زندون که بودم از زحمت زیادی براشون کشیده. حق نیست بین خواهر و برادر به هم بزنم. اون طفلکم چجوری یکی از ما رو انتخاب کنه؟ من برم واسه همه بهتره. قبلنا اصلا اینجوری نبودی. خیلی فرق کردی به من. بابا هر کی تو اینجا دستش کج باشه میندازن گردن من گردن شکسته. پهلوون همه امیدم مسجد و حاج فتح‌الله بود. حبس به چشمم نمیومد چون میدونستم که یکی هست که خودش یه محله است. وقتی خبر حاجی به هم رسید تازه نیلای زندون رو دیدم. آقا بهمن، بین شما و حاج فتح‌الله چی بوده؟ بماند آقا سید، بماند. فقط انقدی بگم که کار بلد بودم خیلی، اما یهو اوضاع عوض شد. شاله فهمید، مادرم فهمید. یهو دیدم نشستم جلو حاج فتح‌الله. گفتن یارو گفت که الان اینجان. رفتم پاکش کنم و برگردم که همه چی رو برا بشه. اما حالا زمین و زمون به هم نگاه چپ میکنه. چرخ زمونه ساقا محمد، بالا داره پایین داره. دزد ماشین پیدا شده. کی بوده؟ اون بی وجود بی همه چیز کی بوده؟ حالا اون یه خطایی کرده بهمن جان. تو دیگه اسمش رو نخواه. باشه؟ الان وقت رفتن نیست آقا بهمن. شما باید بمونی. بمونی خودتو به پسر و زنت ثابت کنی. به تو نیاز دارم. کسی حرفمو نمیخونه. اون بی وجود که ماشینو برده اوضاع بدتر شد. تا صبح میگردم که پیداش کنم. میگم پیدا شد آقا بهمن. توکلت به خدا باشه. شما یا علی بگو، منم کمکت میکنم. آخرین باری که دست مردونه دادم حاج فتح‌الله. من حاج فتح‌الله نیستم، یعنی نمیتونم باشم. اون کجا و من کجا؟ ولی قسم میخورم اگه بخوای تا تهش باهات واسطم. یا علی. سیه جان چرا الان مسجد گذاشتی در اختیار زنا؟ من آتل و باطل تو گل موندم. چرا عصبانی میشی برادر من؟ الان میگم تعطیل کنن خوبه؟ نه بابا چه کاریه؟ چه کار روی منده خداها داری؟ من فقط میگم این کرامت برای چی اومده اینجا؟ از کی تا حالا شده جزء بزرگونه محله؟ عثمان مد اصل ماجرا رو بگو.
به کارت برس زشت برادر من. یا الله. آسیه این حرفی چه زده شد؟ من نمیفهمم. نه من که خیلی ساده توضیح دادم، حالا کجاشو نفهمیدی؟ خیلی جالبه، یه نفر میخواد بهمن مقصر شناخته بشه. این چیه؟ اینطوری که نمیشه. شما تشریف بیاریم، ما بریم با هم دیگه یه گوشه خلوت کنیم، من خدمتتون عرض میکنم. خیلی جالبه آقا سید، ماشین منو دوز برده، وقت من بیام تنهایی با شما صحبت کنم. بابا جماعت، اگه امروز مثل من نمیشی فردا حتما عین من میشی. بابا به خدا دوز به اموال شما میزنه. با راست میگه. خوب الان ماشین این بنده خدا کجاست؟ حاج آقا شما که تو کلانتری هیچی نگفتی، الان هم که میگی بهمن دوز نیست، پس میشناختیش هیچی نگفتی. جوون، اول اینکه اصلا لازم نیست من برای شما توضیح بدم، دومی که من همون شب گفتم اون شخص آقا بهمن نیست. نه آقا سیه، یعنی نوت اینجوری نمیشه. من پدری از این آدم در میارم که توی کتابا بنویسم. یعنی چه؟ دو روز اومد دور کت نماز خون شما راهی شدی؟ من از جماعت میپرسم، جماعت من کم به مردم این محله محبت کردم که باید این دستمزدم باشه؟ ای خاک بر سر من، چی بیشتر از من دلش برای این مسجد میسوزه و نگرانه؟ بازم من، خاک بر سر من، چی ناراحت دست تنجه مردم این محله است؟ بازم من، جای خاک بر سر من. اینقدر خاک بازی نکن اوس محمد، بذار ببینیم این ور چه خبره. پروانه هشت یده ای داره میگه کار بهمن نیست، توی میگه هست، هی میگه هست. در خانه ای که دو کدوانوز خاک تا زانوز، تا اوس محمد هست کار این مسجد تموم شدنی نیست. ای بابا شما چه وقت و وقت به هم میپرین. بابا جماعت یکی به من بگه من چه خاکی باید به سرم بکنم. آقا شما انقدر عصبانی هستی اصلا به حرف ما گوش نمیدی برادر من. آقا سید شما داره از یه دوز پشتیبانی میکنی، من نمیذارم. طرف دوز نیست آقا پروانه، فقط خواسته آقا بهمن رو بچزونه. بفرما. چشم و دلم روشن. این میون یه الف بچه میدونه دوز چیه و چه خبره، وقت من نباد بدونم. خیلی جالب آقا سید. تحویل بگی. آقا مشتبا من شما رو چقدر به سکوت دعوت کردم؟ دکی خب بهمون بگو راحتمون کن. ما میریم دیوارهای کتابخونه رو مت کنیم. ببخشید آقا سید، ببخشید اگه اذیت شد. به خدا واسه دستن آقا فرمانه ببخشید، ما داریم این کتابخونه رو درست میکنیم، کتابخونه مسجد رو. الان یه خورده قفسه و کتاب اینا کم و کس داریم، چیکار باید کنیم الان؟ قضیه چیه وردی جوون؟ آخه تو این موقعیت این چه سوالی که از ما میکنی؟ ای بابا بفرمایید. بفرمایید. با اجازه. آقای پروانه شما میخوای ماشینتون پیدا بشه یا نه؟ ای بابا هرچی ما میگیم جماعه یا چیز دیگه میگن. بابا من نباید بفهمم سر ماشین نازنینم چه بلایی اومده. بله آقا سید شما بگو ما هم بدونیم. بابا تو رو جدت بگو دوست چیه؟ به جدت به کسی نمیگم. آخه چیه دوست؟ نکنه دوست اینه؟ نکنه پهلوونه؟ نه آقا. نکنه اینه؟ آها این آها دوز اینه، این دست با چلوفتی مادر مرده دوزه. خیلی خنده داره. آقای بیا بشین. آخه ما نفهمیدیم دوز چیه. اجازه بدین شما میخوای به ماشینت برسی یا نه برادر من؟ آقا سید شما میخوای از من باج بگیری؟ نه شما مشکلت پیدا شدن ماشین نیست، با کسی مشکل شخصی داری. من میخواستم کاری کنم هم ماشین شما پیدا بشه هم آبروی اون بنده خدا حفظ شه. مشکل شما بعد از راه قانونی حل بشه. راه قانونیش هم اینه که شما تجبرین کلانتری پیش آقای جوادی ادامه روند پرونده رو پیگیری کنی. یا الله. ای بابا آقا سگه سخت انداختی. بابا از خود داری میری. بابا تکلیف ماشین منو معلوم کن. ایه ها ناس ماشین من چی میشه آخه؟ خب آقای پروانه شما ماشاءالله مرغتون یه پا داره، من هرچی حرف میزنم انقدر عصبانی هستی اصلا گوش نمیدی. من از شما خواهش کردم، گفتم یه دقیقه بریم یه گوشه خلوت کنیم من با شما حرف بزنم. در واقع میخواستم خدمتون عرض کنم من یه فرصتی میخوام در حد دو روز
که من این ماشین رو برای شما پیدا کنم. نفهمیدم یعنی شما دو روز دو تا یارو فرصت میخوای ماشین منو پیدا کنی؟ بله شما دو روز به من فرصت بدین من ماشین رو برای شما پیدا میکنم. ایهانو شما جواب باشی آقا سید تو دو روز ماشین منو میخواد پیدا کنه. باشه باشه. شما دو تا 24 ساعت به بنده وقت دادی. یعنی دو تا یه روز. بله یعنی دو روز. باشه خدا برات خوب بخواد ماشین منو دو روز پیدا کن ما نوکرت هم هستیم. پهلوان مخصوصا شما شاهد باشین که ایشون دو روز به من فرصت دادن. دو روز دو روز. پروانه درست میگه آبروی طرف مهمتر از ماشین شما. آقا چرا مد کاری نکن دوره تا قلم بچشم. اون موقعی که من زندگی ما به خاطر بدهی مردم این محله باختم کدومشون اومدن دست منو بگیرند و هوا منو داشته باشن که حالا من براشون ناراحت باشم. آقا من میگم آقا پروانه عصبیه یه صلوات بفرستین. ساکت شو بچه منم چه خواهی چه بسرم بکنم یعنی چه؟ نفرستین آقا سایه دو روز فقط. پروانه مطمئن باشون بنده خدا الان خودش پشیمونه. آره والله آدمی زاده دیگه کم میاره. حتما اول این سگ پشیمونه. این سگ. ببینم این سگ. ببینم مگه تو خبر داری که چیه؟ نه. ها چی میگی بی خودی؟ دارم میگم شاید الان پشیمونه. آخه چیه چه پشیمونه؟ تو از کجا میدونی؟ پسر. یعنی چی؟ چی سرچاله تو اینطور کرده؟ مادر مرده. خورده پنجره. پنجره. نه بابا زنش زدتش. آدو مؤدب باش اینجا مسجده. بیا اینجا شما تشریف بیارین. آقا آقا کاووس بیاین شما لطفاً با شما کار دارم من. البته من خواستم بگم سگ بله هر چی می‌خواستین بگین تشریف بیارین. آقا سید درو کم کمک داری شیرین میشی سید. روحت شاد حاج فتح‌الله. روحت شاد. بریم دکتر معین رو کم با این سر شما رو ببینه بلکه این عذاب وجدان من یکم آروم بشه. نگی منو شرمنده خودتون نکنید. فقط ببخشید یکم دیر شده. میگم آره چرا گفتی کلتون خورده به پنجره؟ دروغ گفتم به خاطر شما. به خاطر من. آره بفرمایید آقا بفرمایید. بله شما برید. بفرمایید. نمیرم. یا الله شما که اصلا اجازه نمیدین. بگونم چیه سوال شما چیه که از حرف من مهمتره؟ حالا آقای دکتر میاد حرفمون رو تموم میمونه. چشم آقا سید فقط اجازه به من بدین من اینو میخواستم تو مسجد بدم خدمتتون عمامتونه نتونستم بردم خونه شستمش تر تمیز آوردم برات. الان کل مشکل شما عمامه بنده است؟ نه یه مسئله دیگه هم هست که ذهن منو خودش خیلی مشغول کرد. بفرمایید بفرمایید. من همش به این فکر میکنم که آخه شما چجوری اینو گردش میکنی میزنی رو سرت. استغفرالله. من خیلی تلاش کردم. تا صبحم تلاش کنی آقا جان نمیتونی. حرف بنده رو گوش کن. امشب میری هر طوری شده ماشینو پس میگیری. من به آقای پروانه قول دادم به کلانتری هم قول دادم. کلانتری؟ بله کلانتری برای چی؟ برای اینکه باید کار قانونی باشه. آقای پروانه شکایت کرده از یک دزد. دزد کیه؟ اونا که نمیدونن شما این ولی دنبال دزد میگردن. چجوری حل میشه آقای پروانه بعد شکایتشو پس بگیره که به شما کاری نداشته باشن فهمیدی؟ آقا سید من بهش زنگ میزنم فقط باید از تلفن عمومی زنگ بزنم. گفته تلفن یه وقت زنگ نزنی این حرفا رو بزنی. یا آقا این آدم خطرناکیه حواستو جمع کن برادر من. آقا چه خطری ما که نمیدونیم تو دل هر کسی چی میگذره. فقط یه مسئله شما برزو خانم بیاین اینجوری من خیالم راحت تر کوچه پایینی شب قرار گذاشتم. آقا جان خودت برو یه ماشین تحویل میگیری میای دیگه برای چی ما رو میبری؟ آقا من اینجوری پشتم گرمه کم نمیارم خیالم آسوده میشه. کی میشه روزی که شما یک بار فقط یک بار زیاد بیاری چشم میام. حاسه یه دادم وقتی قرض داره اگه این قرض خونه تموم میشد خیالم راحت میشد. خدا وقتی آدم قرض داره همه چی براش سخت خونه این زندون میشه براش. شما برای خریدن خونتون پول قرض گرفتی؟ معلومه من که پولی نداشتم که یه مقدار باید قرض میگرفتم البته مقدار زیادی میذاشتم روش که مشکل من حل میشد. نزول که نکردی؟ چی؟ پول نزول که نگرفتی؟ نه دستی بود دستم بردم جلو پولو گذاشت تو دست من کاملا دستی بود. مشکوک شما آقا سید اون
پاستیله از یه شیه این دکتره با این سن و سالش پاستیل میخوره. نه خیر آقا، من نمیخورم، اون مال نومه. بیا با من خوام ببینم. بیا برو اونجا بشین ببینم چه بله سر خود بود. سلام آقا سهل. آبا آقا بهمن سلام علیکم. این برا از وقتی که این بهمن خان اومده مطب منم رونق پیدا کرده. حالا بعد اینکه شما رفتین طاقت نگردم، رفتم در خونه اسد که به جاله بگم پیغامت رسید. چه پیغامی آقا بهمن؟ اون بنده خدا فقط یکم نگران بود. شما ماشاءالله پاتون رو گذاشتین رو گاز، دارین تحقاز میرین. چی دیگه، وایستادم دم در، داد زدم میمونم تا برگردی. حالا دماغ و دستمال به اون بزرگی ببینم تو چی شده اینجا؟ طوری شدی؟ نه بابا، اسد که دستش سنگین نیست. رفتم مسجد که خبر بدم جاله دلش با منه، نبودین اومدم اینجا. مبارک آقا بهمن، مبارک. ولی جان من یه کمی دندون رو جگر بذار، اینجوری که نمیشه آخه. والا وقتی با سر و صورت خونی میرفتم خونه، جاله اول یه دستمال از پنجره میتاخ پایین که سر و صورتم رو پاک کنم. این دفعه هم مثل قدیما یه دستمال انداخ پایین. کارمون در اومد سلیم. نوکرتم آقا سید، خدا لعنتش کنه اونی که ماشین رو دزدید و ما رو بدبخت کرد. قابوس خداییش دستم بهش برسه لهش میکنم. چرا؟ چی چرا؟ حالا که همه چی خدا رو شکر به خیر گذشت، ختمه به خیر شده ایشالله. سر و کلت چی شده کاووس؟ با یکی از بچه ها سرامون خورد به هم، یعنی شاخ به شاخ شدیم. حالا چرا ترسیدی؟ نه ترسیدم، دکترها میگن نوعی از استرسه. چالا خدا شفا میده شما رو. دعا کنید سید. چشم. تو آدم خوبی هستی، کم دستت به خیر نرفته، ولی خلیل الوار آخر این پل کینه است، با کینه نمیشه ازش گذشت. خواهش میکنم اختیار دین تو دست کینه نده، خواهش میکنم. چرا راهشون کردی برن؟ اونجا چه خبره؟ همش پیش خودم میگفتم حبس آرومت میکنه. خیلی دعا برات کردم تا آروم بشی، خیلی. خدا خیرت بده، آروم شدم، خیلی آروم شدم. انقدر که فکر میکنم به جای جدل بهتره بشینم با سلیم دو کلمه حرف بزنم. این حرف ها کدوم مرد؟ تو به سید عباس قول دادی. به خاطر همین قوله که تا حالا زبونم بسته مونده، ولی الان دیگه وقت حرف زدنه. چرا راهشون کردی برن؟ توی اون محله که دو سه ساله در گوش سلیم میخونی که بره اونجا چه خبره؟ خواهش میکنم تمومش کن، تمومش کن. تو نمیفهمی، نمیفهمی نوه من که افتاده روی تخت داره میمیره چه دردی میکشه؟ تو نمیفهمی. تمومش میکنم، تمومش میکنم سید. خلیل، آقا خلیل. آره نمیفهمم، فکر کن که من نمیفهمم. قبول باش، قبول باش. خدا نگهدار شما. بله میبینم. سید جان، جانم. من در رابطه با قضیه دیشب میخواستم بگیرم، خیلی خجالت کشیدم از یه لحظه ببخشید، من صبحان عوض میخوام، تلفونم حجته. به به آقا حجت، یادی از ما کردی. بس بابا برو سر اصل مطلب. حجت جان من با تو بزرگ شدم، وقتی بدون سلام و احوال پرسی حرف میزنی یه چیزی شده. بله همه خوبن، میگی چی شده یا نه؟
حجت نصف عمر شدم بگو. تو که میدونی من نمیتونم برم پیشش، واسه چی میپرسی؟ باشه خداحافظ. آره سید میخواستم. اصلا هم خجالت نکشیدم. آخوند فقط حاج فتح‌الله. یا الله. آقا سلیم مشتلق بده. سلام علیکم. علیکم السلام. مشتلق بده. مادر کجاست؟ حالش خوبه؟ تو آشپزخونه است، حالش هم خوبه. شما مشتلق منو بده. یه زحمتی بکشی نمامه دزدیده شده رو بشور. چشم. مشتلق. مشتلق بابت چه خبری؟ نسرین زنگ زد. رحیم به هوش اومده. به هوش هم میاد ایشالله. گفت فردا میتونی بری عیادت. امان از کینه راضیه. امان از کینه. گفت فردا میتونی بری. به خدا حالش خوبه، برای چی نگران میشی؟ شما نگران نباش. بیمارستان نمیرم، دارم میرم دنبال کاری بنده خدایی. خب پس برای چی اصلا اومدی خونه؟ الله اکبر. اشتباهی اومدم، ببخشید. وا. بعضی وقتا با یه من عسل هم شیرین نمیشه. آقا سید خسته شدی نه؟ خیر. علی بزن یه خبر خوب بهتون بدم. بفهم. این کوچه رو که بریم تا ته بپیچیم سمت راست رسیدیم. یعنی همین دیوار تموم شد. بله. آسه من خیلی فکر کردم. یعنی واقعا نشستم با خودم تنهایی فکر کردم. فهمیدم که کینه خیلی چیز بدیه. نتیجه عکس میده. آدم روح و روانش میریزه، به هم آدم کم میاره. شما ناراحتی نشیدی؟ مرتی سوی به جای این حرفو بگو چیکار کنیم؟ ایناش. این دیوار تموم شد. این دیوار تموم شد. گفت اولین درخت سمت راست درخت گنده. یه چاله کندیم. کلیدم گذاشتیم توش، ماشینم همونجا پارکه. یعنی اینجا. بله. خب ماشین کو؟